بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و شب بخیر خدمت شما بینندگان محترم، همیهنان عزیز و ارجمند. در مصدر شما هستیم. مشروع خبرهای ساعت 21 رو به اتفاق همکارانم تقدیم میکنیم. رهبر انقلاب اسلامی در حکمی حجت الاسلام آقای سید مصطفی حسینی را به امامت جمعه شهر زنجان و نماینده ولی فقیه در استان منصوب کردند. متن حکم حضرت آیت الله خامنه ای به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. جناب حجت الاسلام آقای سید مصطفی حسینی دامت افاضاته، با کنارگیری جناب حجت الاسلام آقای علی خاتمی دامت توفیقه، جناب عالی را که دارای شایستگی های لازم و سوابق مدیریتی و خدماتی به ویژه در عرصه خدمات قرآنی می باشید، به امامت جمعه شهر زنجان و نمایندگی خود در آن استان منصوب می کنم. مردم عزیز زنجان که به ولایت مداری و محبت اهل بیت علیهم السلام شهره اند، در حوادث گوناگون دوران انقلاب و پس از آن تا امروز با صداقت و شجاعت راه روشن آن بزرگواران را پی گرفتند. انتظار از جایگاه امامت جمعه آن منطقه که خواستگاه بزرگان علمی و دینی است، تلاش برای پرورش استعدادها و ارتقاء فکری و علمی و عملی در عرصه دین و سیاست و شناختها و معنویت هاست. جوانان پاکنهاد را گرامی بدارید، با متن مردم از همه طبقات نشست و برخاست کنید، به تبلیغ عملی دین اهتمام بورزید و محتوای خطبه ها و بیانات را به نصاب قنای لازم برسانید. توفیقات شما را از خداوند مسئلت می کنم. سید علی خامنه ای، 24 مهر 1403. پیکر شهید نیلفروشان، مستشار عالی نظامی ایران در لبنان، فردا ساعت 8:30 صبح از میدان بزرگ مهر به سمت گلستان شهدای اصفهان تشییع می شود. عصر امروز هم پیکر این شهید وارد فرودگاه اصفهان شد و مراسم استقبال و وداع با این شهید در امامزاده میر حمزه و شهر خراسان برگزار شد. ما وظیفمون است از شهدا استقبال کنیم، راهشون رو ادامه بدیم و مردم خراسان هم شهید پرورند، برای که بیعت کنیم با شهدا و به همه بگیم که ما با مردم غزه هم دردیم. مردم مشهد هم صبح امروز پیکر سرلشکر شهید عباس نیل فروشان را تا حرم رضوی با شکوه همراهی و بدرقه کردند. امروز دوباره خیابان امام رضا علیه السلام مشهد وعدگاه قرار بیقراران شد. امروز صدها هزار زائر و مجاور آمده بودند تا پیکر مطهر سرلشکر شهیدشان عباس نیل فروشان را تا حرم امام مهربانی ها بدرقه کنند. عزتش بده، انشالله اسرائیل نابود بشه، ما تا آخرش پای رهبرمون هست. سرداری که در راه آزادی قدس و مبارزه با رژیم کودک‌کش صهیونیست و در عین گمنامی مسیر شهادت را طی کرد. کسی که برای خدا کار میکنه نیاز به معرفی و نشون دادن خودش نداره. چقدر قشنگه، ابراز عشق به ولایت، ابراز عشق و ارادت به امیرالمومنین. مقاومت چیزی که میمونه دیگه، یعنی یک چیز پایداری است که تا بر حسب بقا اسلام جریان مقاومت پایدار تاریخ تمام استکبار رو بکند. این حضور پرشور پیامش چیه؟ استقامت و مقاومت و اینکه حتما پیروزی نصیب مسلمانه. شامگاه ششم مهر ماه امسال بود که سردار شهید عباس نیل فروشان به همراه دبیر کل حزب الله لبنان و جمعی دیگر از فرماندهان جبهه مقاومت در عملیات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به شهادت رسید. ضرب انقلاب با این خونها روز به روز قوی‌تر میشه و ریشه بدون دخالت ما آمده ایم تا بگوییم در مسیر آزادی قدس تا پای جان در کنار
جبهه مقاومت هستیم. انشالله تا آخرین روزی که قدس را آزاد کنیم در کنار همدیگه، هم پشتیبان و هم کنارشون در جبهه های مقاومت در خط مقدم انشالله حضور داریم. الله اکبر. تاکید رئیس جمهور بر اعمال فشار بیشتر به حامیان رژیم صهیونی برای متوقف کردن ماشین کشتار و جنایات این رژیم. آقای پزشکیان در پاسخ به تماس تلفنی هیثم بن طارق سلطان عمان با قدردانی از مواضع اصولی این کشور علیه جنایات رژیم اشغالگر قدس گفت با وحدت کشورهای اسلامی رژیم صهیونیستی جرأت نخواهد کرد به راحتی و با حمایت‌های آمریکا و غرب دست به جنایات متعدد بزند. رئیس جمهور با ابراز خرسندی از روابط حسنه و مستحکم ایران و عمان، ارتقا و تعمیق روابط دو جانبه را جزء اولویت‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برشمرد و افزود تقویت روابط و همکاری کشورهای منطقه ضامن رسیدن به نگاه و زبان مشترک و راهکاری برای حل مسائل و گسترش آرامش در منطقه است. سلطان عمان هم در این گفتگو با قدردانی از مواضع اصولی ایران در حمایت از غزه و لبنان گفت غربی ها باید اعمال استانداردهای دوگانه درباره این موضوع را متوقف کنند. هیثم بن طارق حمایت از حقوق مردم مظلوم غزه و لبنان را جزء دغدغه و اولویت های کشورش اعلام کرد و گفت ما همواره تاکید کرده ایم که ادامه حمایت کشورهای غربی از جنایات اسرائیل به هیچ وجه قابل قبول و توجیه پذیر نیست. وزیر امور خارجه در تماس تلفنی دبیرکل سازمان ملل تاکید کرد ایران برای پاسخ قاطع و پشیمان کننده به هر گونه ماجراجویی رژیم صهیونیستی آمادگی کامل دارد. آقای عراقچی با تکرار موضع اصولی کشورمان مبنی بر ضرورت حفظ صلح و ثبات در منطقه تاکید کرد مسئولیت عواقب گسترش ناامنی در منطقه بر عهده این رژیم و حامی اصلی آن آمریکاست. وزیر امور خارجه با اشاره به وضع فاجعه بار غزه ناشی از ادامه نسل کشی در این منطقه و تجاوز رژیم صهیونیستی به لبنان از دبیرکل سازمان ملل خواست همه ظرفیت های این نهاد بین المللی را برای توقف جنایات و تجاوزات رژیم اسرائیل و ارسال کمک های بشردوستانه به لبنان و غزه به کار گیرد. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل هم با ابراز نگرانی از افزایش تنش در منطقه در پی ادامه حملات رژیم صهیونیستی به غزه و لبنان بر تلاش برای دستیابی به راه حل سیاسی برای پایان دادن به جنگ و لزوم کمک رسانی به آسیب دیدگان و آوارگان در غزه و لبنان تاکید کرد. وزیر امور خارجه پس از ترک اردن ساعتی پیش وارد مصر شد. آقای عراقچی که در دور جدید دیپلماسی منطقه‌ای به اردن رفته بود در عمان با پادشاه و وزیر خارجه این کشور دیدار کرد. وزیر خارجه گفت منطقه در شرایط حساسی به سر می‌برد و نگرانی مشترک میان کشورها لزوم گفتگو و تبادل نظر را بیش از پیش پررنگ می‌کند. خوشبختانه اشتراک نظر بسیار نزدیکی بین ما و مقامات اردنی وجود داشت. من مذاکرات مفصلی رو با همتای خودم داشتم اینجا و همینطور با پادشاه اردن آقای ملک عبدالله که یک دیدار بسیار خوبی رو داشتیم. در خصوص مسائل منطقه رایزنی های موثری صورت گرفت و اینکه همه باید تلاش های مشترکی رو انجام بدیم برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی و حملاتی که داره انجام میده در لبنان و رسیدگی به آوارگان اون کشور که وضعیت وخیم انسانی رو الان دارد. این نخستین سفر وزیر خارجه ایران به عمان در 10 سال گذشته است. آقای سید عباس عراقچی از گفتگوهای دو جانبه برای افزایش سطح روابط میان دو کشور خبر داد. از فرصت استفاده شد در رابطه با روابط دو جانبه دو کشور هم صحبت های خوب داشتیم و باز در اینجا هم یک اراده مشترک وجود داره برای پیشبرد بیشتر این روابط و اینکه اقتضای منافع دو کشور در این هست که گفتگوهای سیاسی بیشتری رو با هم دیگه داشته باشیم. توافق شد که یک سازوکاری برای این گفتگوها اندیشیده بشه که بین دو کشور
به صورت مستمر وجود داشته باشه و ما بتونیم روابط رو در همه سطوح انشالله جلوتر ببریم. وزیر امور خارجه همچنین از تحریم‌های کشورهای غربی انتقاد کرد و گفت آنها می‌دانند که تحریم‌ها نه فقط راه حل نیست بلکه به مشکلات اضافه می‌کند و مانند سابق پس از این تحریم‌ها مجبور به مذاکره خواهند شد. وزیر امور خارجه کشورمان که پس از سفر به لبنان، سوریه، عربستان، قطر، عراق و عمان به اردن سفر کرده است، قرار است پس از مصر به ترکیه سفر کند. کشورهای اسلامی جبهه‌ای متحد علیه رژیم صهیونیستی تشکیل دهند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه امروز مجمع که سران قوای مجریه و قضایی هم حضور داشتند، با خطاب قرار دادن سران کشورهای اسلامی گفت کشورهای اسلامی باید قدر محور مقاومت را بدانند و یک جبهه متحد علیه رژیم فاسد صهیونیستی تشکیل دهند و نگذارند که برادران آنها در لبنان، غزه و یمن تنها بمانند. امروز باید سران کشورهای اسلامی به خودشون بیان. فراموش نکردن که در دو جنگ اسرائیلی ها چه مقدار از سرزمین های اونها رو دوباره غصب کردن، اما امروز محور مقاومت سپر شده. قدر اونها رو باید بدونن و یه جبهه متحد علیه این رژیم فاسد صهیونیستی تشکیل بدن، نگذارن برادران اونها در لبنان و در غزه و در یمن تنها بمانند. ملت بزرگ ایران همیشه مدافع جبهه مقاومت بوده و امروز هم هست و رهبر حکیم و مدیر و مدبر ما هم همواره این تأکید داشتند. روز سخت متجاوزان صهیونیست. رسانه‌های عبری از به هلاکت رسیدن دست کم 5 نظامی رژیم صهیونیستی و زخمی شدن 15 نظامی در درگیری‌های مرزی با حزب الله خبر می‌دهند. تصاویری هم از نشست و برخاست پی در پی بالگردهای رژیم صهیونیستی برای انتقال نظامیان مجروح از مثلث ایتا شعب، رامیا و القوزه در جنوب لبنان منتشر شده. به گفته منابع عبری زبان دست کم 10 بالگرد برای انتقال زخمی ها به کار گرفته شدند. اوضاع در چند بیمارستان رژیم اشغالگر غیر عادی توصیف شده است. حزب الله لبنان امروز الجلیل را در سرزمین های اشغالی هم هدف حملات راکتی قرار داد که به زخمی شدن 11 صهیونیست منجر شد. حزب الله همچنین تجمع نظامیان رژیم اشغالگر را در شهرک مسکاف عام هدف حمله توپخانه‌ای قرار داد. مقاومت لبنان در عملیات دیگری یک فروند تانک مرکابا را در رامیا با موشک هدایت شونده هدف قرار داد که سرنشینان آن کشته یا زخمی شدند. ستاد اطلاع رسانی جنگ رسانه‌های رژیم صهیونیستی هم با وجود سانسور شدید خبرها اعلام کردند 14 نظامی اسرائیلی در 24 ساعت گذشته مجروح شدند که 13 نفر از آنها در جبهه شمالی با لبنان مورد اصابت قرار گرفتند. اما هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی در ادامه حملات خود به مناطق مسکونی جنوب بیروت را هدف قرار دادند. رژیم صهیونیستی همچنین نبتیه را در جنوب لبنان به شدت بمباران کرد. در یکی از این حملات ساختمان شهرداری نبتیه هدف قرار گرفت و شهردار نبتیه به همراه شماری از کارمندان و افراد داوطلب فعال شهری به شهادت رسیدند. در حملات به نبتیه 14 نفر شهید و 43 تن زخمی شدند. هواپیماهای رژیم صهیونیستی در جنایتی دیگر به مراسم تشییع شهدا در سور حمله کردند. نظامیان صهیونیست محله محیب مرز لبنان را هم که آرامگاه حضرت بنیامین در آن قرار دارد ویران کردند. با
با وجود این حملات، روزنامه اسرائیل هیوم در گزارشی از خشم یگان ویژه ایگوز ارتش اشغالگر در پی شکست‌هایش در جنوب لبنان و کشته شدن نظامیان این یگان پرده برداشت. به نوشته این روزنامه صهیونیستی، نظامیان ایگوز به فرماندهی ناکارآمد و تاکتیک‌های نفوذ شکست خورده که جان آنها را به خطر می‌اندازد معترضند. تداوم اصابت موشک‌های حزب الله در عمق 20 تا 50 کیلومتری شمال سرزمین‌های اشغالی. با همکارم حسن عظیم‌زاده همراه میشیم که اینجا در استودیو با ما هستند. آقای عظیم‌زاده، روی نقشه به ما نشون بدید که امروز موشک‌های حزب الله به کدوم مناطق اصابت کردند و این چه تأثیری در وضع اشغالگران شهرک نشین داره؟ خانم خلجی، بینندگان محترم سلام، شبتون بخیر. همونطور که تو خبرها گفتید، سنگین ترین حمله جنگنده های رژیم صهیونیستی امروز به نبتیه در جنوب لبنان اتفاق افتاد. بعد از اون بود که حزب الله در دو عملیات به این منطقه در شمال سرزمین های اشغالی بین سفید، کرمیل و عکا عملیات خودش رو انجام داد. حزب الله طبق اعلام رسانه‌های رژیم صهیونیستی با بیش از 50 موشک ابتدا سفید رو هدف قرار داد. در این حمله و در این عملیات تهاجمی حزب الله تعداد زیادی از موشک‌ها، همونطور که میتونید در تصویر دو قاب در کنار بنده ببینید، به شهر اشغالی سفید اصابت کردند. اصابت موشک‌های حزب الله بعد از عبور از دست کم 5 سامانه پدافند موشکی است که فاصله سفید از مرز لبنان با فلسطین اشغالی تقریبا 13 کیلومتر، 5 سامانه در اونجا هستند و موشک های حزب الله از این سامانه ها عبور کردند تا به اهداف خودشون اصابت کنند. یکی دیگر از مناطقی که موشک های حزب الله به اون اصابت کرد، منطقه کرمئیل در فاصله 20 کیلومتری از مرز لبنان با فلسطین اشغالی بود. عملیات زمینی رو که نظامیان صهیونیست ادعا میکنند در سه هفته اخیر آغاز کردند، با این شعار بود که شهرک نشینان به شمال سرزمین های اشغالی، یعنی به شهرک هایی که در فاصله 5 تا 10 کیلومتری قرار داره، بازگردن. اما چیزی که الان در میدان حاکمه و طبق این تصاویر دارید میبینید، موشک های حزب الله به شهرک ها و شهرها در عمق 15 تا 20 کیلومتری داره به راحتی اصابت میکنه و شهرک نشینان مجبور هستند که به تدریج این شهرها و شهرک ها رو خالی کنن. خیلی ممنونم، متشکریم از شما آقای عظیم‌زاده، خبرنگار صدا و سیما. اما درباره آخرین تحولات لبنان گفتگو میکنم با همکارانم مستقر در نقاط مختلف لبنان. ابتدا میثم دلاوری که در جنوب لبنان نزدیک مرز سرزمین های اشغالی مستقره. آقای دلاوری، عرض سلام خدمت شما. حزب الله امروز در هدف قرار دادن مناطق اشغالی از موشک های جدیدی استفاده کرده. بفرمایید که کدوم مناطق با این موشک ها هدف قرار گرفته و این اقدام حزب الله چه تأثیری در نبرد با صهیونیست ها داره؟ بله سلام، عمده مناطق بیشتر تمرکز داشت روی شمال تل آویو و شمال حیفا، اما موشک هایی که امروز استفاده شد، یکیش موشک قادر 2 بود که 8.5 متر طول داره با سر جنگی 450 کیلوگرم و گفته میشه که حد اکثر 5 متر هست. موشک دیگه نصر 1 هست، اگرچه تو در واقع مدت اصابت یا فاصله اصابتش نه حد اکثر بردش 100 کیلومتر است، اما سرعت بسیار بالاست و گفته میشه به راحتی میتونه از سامانه‌های چند لایه رژیم صهیونیستی عبور کنه. این موشک 2 روز قبل هم حزب الله اون رو استفاده کرد که امروز اون رو رونمایی کرد. مجموعه این 2 موشک در کنار خانواده موشک‌های فادی 2 و 4 علاوه بر خانواده راکت‌های کاتیوشا در کنار یگان پهپادی مقاومت که اخیراً اقدام مهمی بود و نقطه عطفی در نبرد حزب الله با رژیم صهیونیستی بود، نشون میده که رفته رفته حزب الله علاوه بر بازدارندگی در برابر رژیم صهیونیستی، ابتکار عمل مدیریت در جنگ رو به عهده میگیره. این موشک ها به نظر میرسه از امروز فردا بیشتر استفاده خواهد شد. خب اثراتش رو رفته رفته در سرزمین های اشغالی خواهیم دید، به ویژه اینکه امروز با توجه به افزایش حملات موشکی حزب
حزب‌الله روی سرزمین‌های اشغالی هارت گزارشی داد که در یک هفته اخیر تعداد موشک‌های حزب‌الله نسبت به دو هفته قبل‌تر از اون دو برابر شده و خب طبیعیه که رژیم صهیونیستی با توجه به شرایط حاکم بر سرزمین‌های اشغالی مانع از افشای حقیقت در میدان به ویژه شهرک‌های شمالی بشه و خب امروز فردا با توجه به اقدامات هوشمندانه حزب الله به ویژه در روزهای اخیر باید شاهد ناپایداری روزافزون تعادل روانی شهرک نشینان صهیونیستی در عمق خاک فلسطین اشغالی باشیم. متشکرم از شما آقای دلاوری در جنوب. آقای حسینی هم از بیروت با ما هستند. آقای حسینی، رسانه‌های رژیم صهیونیستی با انتقاد از عملیات ارتش این رژیم در لبنان گفتند که این عملیات هدف بازگشت شهرک نشینان به شمال رو محقق نکرده. بفرمایید که عملیات حزب الله لبنان در عمق سرزمین‌های اشغالی چه تأثیری بر روند فرار شهرک نشینان داره و آیا بعد از آتش بس شهرک نشینان میتونن برگردن؟ با عرض سلام خدمت شما و بینندگان محترم، شمال فلسطین اشغالی قطب اقتصادی این رژیم رو در بر گرفته و قطب کشاورزی این رژیم رو. آمار 15 سال پیش درآمد کشاورزی رژیم صهیونیستی از مناطق شمال فلسطین اشغالی که خوشاب و هواترین مناطق فلسطین اشغالی هست، برخلاف جنوب فلسطین اشغالی که صحرا هست، 80 میلیارد دلار در سال بود. 150 میلیارد دلار هم ارزش کارخانه های رژیم صهیونیستی در شمال فلسطین اشغالی هست. الان کارخانه های این رژیم و قطب صنعتی در حیفا و همچنین فعالیت کشاورزی در شمال فلسطین اشغالی کاملا متوقف شده با حملات و عملیات موشکی و پهپادی حزب الله لبنان. اما مهمتر از اون این هستش که بیشتر صهیونیستانی که به شمال فلسطین اشغالی اومدن در 75 سال گذشته، اینها افرادی هستند که از کشورهای اروپایی به اینجا مهاجرت کردند و اینها رو آوردن به این عنوان که اینجا بهشتی برای اونها خواهد بود. با عملیاتی که الان صورت میگیره که در تاریخ رژیم صهیونیستی سابقه نداره، الان یک گسست اجتماعی و گسست روانی شدید در فضای داخلی رژیم صهیونیستی ایجاد شده. تامیر هایمان، رئیس سابق سازمان اطلاعات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی، امروز ساعت پیش در اظهاراتی گفتش که با جنگی که علیه حزب الله اسرائیل را انداخته، اسرائیل در آستانه یک فاجعه بزرگ قرار داره، چون چشم انداز این جنگ هیچ پیروزی رو برای رژیم صهیونیستی ترسیم نمی‌کنه. به خاطر همین این در واقع پیامدها و دومینوی شکست روانی برای رژیم صهیونیستی این موضوع رو برای صهیونیست‌ها به وجود میاره که اونها جایی برای ماندن در این سرزمین ندارن، دقیقاً برعکس لبنانی‌ها. لبنانی‌ها اینجا سرزمینشون هست، سرزمین مادریشون هست و بارها اعلام کردن که اینجا به دنیا آمدن، اینجا زندگی می‌کنن و همینجا هم خواهند مرد. و خب این فاصله دو جبهه رو نشون میده و تفاوت ماهیتی دو جبهه رو نشون میده. فارغ از اینکه این جنگ چقدر ممکن هست طول بکشه، اما سرنوشت این جنگ با توجه به تفاوت شدید روحیه میان جبهه داخلی رژیم صهیونیستی و جبهه داخلی مقاومت در لبنان کاملا مشخص هست. خیلی ممنونم، متشکرم آقای حسینی از شما در بیروت و آقای دلاوری در جنوب لبنان. با هر دو بزرگوار خداحافظی میکنم. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگوی تلفنی با رئیس مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه گفت اظهارات برخی مسئولان رسانه‌ای ترکیه باعث تکدر خاطر افکار عمومی در جمهوری اسلامی ایران شده که باید از آن اجتناب کرد. آقای صالحی افزود رویکرد اصولی جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی تقویت مناسبات با همسایگان است و ترکیه جایگاه ممتاز و قابل توجهی دارد. آقای فخرالدین آلتون با اظهار تأسف از این موضوع تاکید کرد رویکرد پایدار دولت ترکیه تحکیم دوستی و افزایش مناسبات با جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه‌های موجود است و هر سخن مغایر با آن هیچ ارتباطی با رویکرد دولت ترکیه ندارد.